Thank you for inviting me to share with you again on this special occasion. خیلی ممنونم که منو در این برنامه مخصوص ویژه‌ای که دارید منو دعوت کردین. خیلی خوشحال هستم. The children got to leave. You have to stay. من بچه‌ها هستن که بعد رهبری کنم و شما بیستید. Till next year. I look around the room and I'm overwhelmed by all of you people. من وقتی که شما رو همه جمعیت رو نگاه می‌کنم واقعا لبریز شدم. Behind every face in this room there's a story. پشت هر یک چهره که اینجا هست یک داستان، یک ماجرای خوبیه. In my own mind I ask these questions. من در ذهنم این سوالا رو انجام میدم. Where did he come from? Where did she come from? این مرد از کجا میاد؟ این زن از کجا میاد؟ What brings them to this time? چی شده که در این زمان به اینجا اومدن؟ Would I enjoy hearing their stories? آیا من از وقتی داستان اونها رو میشنوم خوشحال میشم؟ Would my heart rejoice? آیا قلب من شادی خواهد کرد؟ Would I laugh? آیا من خواهم خندید؟ Or maybe my heart would be heavy. یا اینکه نه، قلبم سنگین خواهد بود. There might be tears. شاید اشکم بیاد. For the believer, برای یک ایماندار, we see God's hand in our story. ما دستهای خدا رو در زندگیامون می‌بینیم. داستان‌های زندگی. I don't know if you believe. من نمی‌دونم اگه شما ایمان دارید یا نه. That God is at work in this world. خدا در کار هست در این دنیا. But as Christians, اما به عنوان مسیحیان, we celebrate his activity. ما جشن میگیریم فعالیت و انجام خدا را. We believe he came to earth in a special way. ما ایمان داریم و اعتقاد داریم که خدا به شکل عجیبی و ویژه‌ای به روی زمین آمد. We touched on the story of Adam and Eve. ما دیدید که لمس می‌بودیم که اون داستان آدم و حوا را امروز. Noah, نوح رو، Abraham, داستان ابراهیم رو، Moses, داستان موسی رو، and then we jumped to this story. و بعد پرش کردیم اومدیم به این داستان تولد مسیح. For the Christians believe, برای اعتقاد مسیحی، not only did God create this world, نه تنها خدا جهان را آفرید. Not only did he make man and woman, نه فقط آدم و انسان، آدم و حوا یا انسان را آفرید. But he loved us so much. اما اینقدر ماها را محبت داشت. He came to be one with us. که اومد با ما باشد. First as a baby. اول به عنوان یک بچه. But this child grew. اما این بچه رشد نمود. And became a man. و بشد یک مرد. The Son of God. پسر خدا. His ministry, خدمت او, is recorded in God's word. در کلام خدا که دست ما هست نوشته شده است. He was known for many things. او به خاطر خیلی چیزها مشهور بود. He was an exorcist. Sorry. He cast out demons. Wow. اون کسی بود که روحای بد رو بیرون می‌نمود از انسان‌ها. He healed sick people. او مردمان مریض رو شفا داد. He performed wondrous signs. و معجزات بسیاری نشون داد. But most of all, اما بیشتر از همه, he told stories. او ماجراها رو تعریف کرد. Scripture tells us, کتاب مقدس به ما میگه, whenever he spoke to people, وقتی که او با مردم صحبت می‌کرد, he spoke to them through stories. او از طریق امثال و مثل‌ها با مردم صحبت می‌کرد. Is your story in here? داستان شما هم در این کتاب هست. No, I'm not crazy. نه، فکر نکنید من دیوانه هستم. Not certified yet, anyway. But you see, if I were to listen to your story, اما اگر من به داستان‌های ماجراهای شما گوش کنم, and you were to listen to my story, اگر شما به داستان من گوش بکنید, they would overlap.
بعد می‌بینی که همدیگه رو می‌پوشونه یه جوری. There be similar experiences. بعد می‌بینی همه‌شون یه جوری تجربه‌های مشابهی هستن. The human journey is a common road. بعد اصلا سفر انسان یک حالت مشترک است. This may come as a surprise to some of you. برای بعضی از شما ممکنه یه حالت عجیبی باشه. But we're in this together. ولی الان ما در این سفر با هم هستیم. It's not just about you. این داوری در مورد شما نیست. It's not just about me. این فقط در مورد منم نیست. It's about all of us. نه فقط در مورد شماست، نه در مورد من، بلکه برای همه ماست. And it's about him. و نه فقط برای ماست، بلکه فقط به خاطر اوست. I don't know how this works in other languages. من نمیدونم چجوری در زبان‌ها میتونه این کار کنه. In English, در انگلیسی, we speak of history. ما صحبت از تاریخ داریم. And you can break that word down into his story. But این کلمه هیستوری رو میتونیم تلفیق بکنیم به دو تا. His story. His story. You thought it was your story. شاید شما فکر کردیم داستان شماست. I thought it was my story. من فکر کردم داستان منه. It's his story. اما داستان اوست. It truly is. Hallelujah. Hallelujah. Just a couple of quick examples from the Gospel of Luke. برای چند تا مثال که از کتاب انجیل لوقا رو با هم نگاه کنیم. Chapter 15. باب 15 رو. Beginning at verse 1. لوقا باب 15 آیه 1 رو اگه نگاه کنیم. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear him. همه باجگیران، مالیات بگیران و گناهکاران به نزد عیسی مسیح اومدن تا کلام او را بشنوند. Do you like the word sinners? آیا شما کلمه گناهکار دوست دارید؟ People don't like the word sinners today. مردم امروز کلمه گناهکار دوست ندارن. If you're wondering who the sinners are, اگه میخواد بفهمید که گناهکارا کیا هستن، have a good look in the mirror when you go home. برید خونه به آینه خوب نگاه کنید. Bible says we're all sinners. کتاب مقدس میگه همه ما گناهکار هستیم. Sinners are broken people. گناهکارا آدم‌های شکسته هستند. Sinners are people who aren't perfect. گناهکارا کسایی هستند که کامل هستند. If you're perfect, اگه شما کامل هستید, you're not a sinner. شما گناهکار نیستید. Home free. میتونیم بریم خونه آزاد. Hands up. دست بالا. Those who are perfect. اونهایی که کامل هستن. چرا ما کامل نیستیم؟ Always a joker. Okay. In the room. We know. I know. You don't have to tell me that I'm a sinner. I know. شما لازم نیست به من بگی. من خودم میدونم. من یک گناهکار هستم. I know I make mistakes. من میدونم که اشتباه میکنم. I know I get it wrong. من میدونم که خطا میکنم. I know I mess things up. من میدونم که بعضی وقتا قاطی میکنم. I know there's a need in my heart to change. من میدونم که یه نیاز در قلب من برای تغییر هست. And I know who can change me. و من میدونم چه کسی میتونه منو تغییر بده. His name, اسم او, is Jesus. Hallelujah. Here's the story. The tax collectors and sinners were all gathering around to hear him. We have gathered around to hear, not me, to hear him. جهت حکایتی از تمامی باجگیران و گناهکاران که آمدند به نزد عیسی مسیح تا کلام او را بشنوند. نه کلام من، بلکه کلام او را بشنوند. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." اما فریسیان یا رهبران مذهبی یهودی یا نویسندگان کتاب اونا اومدن همهمه کنان و گفتن این شخص گناهکارا را میپذیرد و با ایشان میخورد. We're going to eat after this. ما بعد از این میخوایم بریم غذا بخوریم. It's not a church if there isn't food. I say that in jest. But one of the most common occurrences and encounters with Jesus is around the table. اما یه جایی که
مردم میومدن و ملاقات میکردن، این دور از همین میز غذا بود. It was his custom to break bread with everyone and anyone. او رسم مسیح بود که با هر کسی که میشست نان رو با ایشان پاره میکرد. You are welcome at Jesus' table. Amen. شما همگیتون به میز غذای عیسی مسیح خوش آمدید. آمین. Verse 3. Then Jesus told them this parable, this story. عیسی مسیح این مثل رو برای ایشان گفت. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. فرض کنید شما 100 تا گوسفند دارید و یکی از اونها رو گم بکنید. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? آیا شما نمی‌رید و تمام اون 99 تا رو نمی‌ذارید تا بریم یک دانه رو پیدا بکنید تا بیارید؟ And when he finds it, به وقتی پیداش کردید، he joyfully puts it on his shoulders and goes home. و چون رو پیدا می‌کنید به شادی بغشتون رو بر دوش خود می‌گذارید و به خونه میایید. Then he calls his friends and neighbors together and says, و تمام دوستان و همسایگان رو می‌خواهید و به اینا می‌گویید. Rejoice with me. با من شادی کنید. I have found my lost sheep. من گوسفند گم شده خودم رو پیدا کردم. Just a story. فقط یه حکایت هست. Many of us would say, I got 99. What's one more? Let it go. This is Jesus' way of saying, you are important. God may have 99 wonderful people in his care. ممکنه در کار خدا، کاری که در انجام میده، 99 تا آدم بسیار خوب داشته باشه. But he's not happy. اما او خوشحال نیست. Until he finds you. تا اینکه شما را پیدا کنه. And when he finds you. و وقتی شما را پیدا کرد، what rejoicing. چقدر شاد خواهد شد. Jesus says in verse 7, I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. عیسی مسیح در آیه 7 میگه به شما میگویم بر همین منوال خوشی و شادی در آسمان رخ می‌نماید به سبب توبه یک گناهکار بیشتر از برای 99 عادل که احتیاج به توبه ندارد. Verse 8, another story. آیه 8 یک داستان دیگه ای رو میگه اینجا. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. یا مثلا کدوم زنه که 10 سکه درهم داشته باشه و یکی از اونهاش رو گم بکنه. Does she not light a lamp, sweep the house and search carefully until she finds it? آیا اون زن چراغی روشن نمیکنه، خونه رو جارو نمیکنه و به دقت جستجو نمینماید؟ And when she finds it, و وقتی که اون سکه رو پیدا کرد، she calls her friends and neighbors together and says، تمامی دوستان وقتی پیدا کرد، تمامی دوستان همسایگان خودش رو جمع میکنه و با اونها میگه، rejoice with me، I have found my lost coin. با من شادی نمایید، زیرا سکه گم شده خود را پیدا کردم. In the same way، به همین منوال، I tell you، من به شما میگویم، there's rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. شادی برای فرشتگان خدا روی می‌دهد به سبب یک خطاکار که توبه کند. Hallelujah. 10 silver coins, you lose one. Big deal. حالا 10 تا سکه در یکیش گم شده، چقدر مهمه مگه؟ But you and I know the importance of that one silver coin. اما من و شما می‌دونیم یه سکه نقره چقدر ارزش داره. That one thing in our lives that makes all the difference. یه چیز میتونه در زندگی ما خیلی تاثیرگذار باشه. That one thing that enables us life and love and freedom. همون یه چیز ممکنه در زندگی ما به ما حیات میده، عشق میده، آزادی میده. The other nine don't seem to matter if that one is missing. بعد نقطه دیگه اصلا مهم نیست، بلکه این یه دونه که الان گم شده چقدر ارزش داره. God sees when you're missing. خدا می‌بینه وقتی شما گم شد، گم می‌شید. He will not settle until he finds you. خدا آرامش نمی‌گیره تا زمانی که شما رو پیدا نماید.
One more story. یک داستان دیگه. There was a man who had two sons. شخصی بود که دو تا پسر داشت. The younger one said to his father. اون جوانتره به پدر خودش گفتش. Father, give me my share of the estate. اون سهم مرا از مال خودت به من بده. So he divided his property between them. و اون مرد پدر اون مایملک خودش به دو تا پسرها تقسیم نمود. In most cultures, در بیشتر فرهنگ‌ها, in most parts of the world, در بیشتر جاهای دنیا, you don't gain your inheritance, شما ارثی رو به دست نمیارید, until the elder passes away. تا اینکه اون شخص بزرگتر از شما تو پدر یا مادر هست از بین بره یا بمیره. This brassy young man, this saucy, this, I don't know a word that can translate this. Contemptuous, this, he's just mean, selfish. He says to his father, این پسر که به نظر میاد خیلی خودخواه, خیلی عجیب غریب, میاد به پدرش اینطوری میگه. You're as good as dead, give me what I've got coming to me. تو که بالاخره میمیری, بده من روزی که باید به تعلق بگیره. The father loves his son. اون پدر بچه‌هاشو دوست داره. He recognizes his youthfulness. اون حماقتش رو میفهمه. He recognizes his ignorance. و اون افلاتش هم متوجه میشه. But he allows him freedom. اما بهش آزادی رو میده. He divided his property between them. و اون مایملک خودش رو بین اون دو تا تقسیم میکنه. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. چندی نگذشت که اون پسر کوچکتر هرچی که داشت جمع کرد و به یه سرزمین بسیار دوری کوچ کرد و به عیاشی بسیار سرمایه خود را تلف نمود. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. و چون تمامی اون چی که داشت صرف نموده بود, قحطی سختی در اون سرزمین حادث گشت و او به محتاج شد. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. پس رفته اون پسر خودش رو به یکی از اهالی اون سرزمین نشون داده, به اون گفتش که منو به گرازبانای خودتون معرفی بکنید. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating. But no one gave him anything. چرا که آرزو می‌داشت حتی شکم خود را از غذاهای خوکان که می‌خورن سیر کنه, ولی هیچ کس هیچ چیزی به او نمی‌داد. How many people here this evening? چند نفر اینجا هستن امشب دارین رو می‌شنون. Have squandered God's good gifts to you. Have wasted God's gifts to you. که اون تلف کردیم هدیه‌ای که خدا به ما اهدا نموده. How many of you are feeding pigs right now? چند نفر شما هستید که به خوک‌ها غذا میدید؟ That's a figurative question. این فقط یه سوال همینطوری مسئله هست. But so often we are so blessed and don't see it and don't know it and don't appreciate it. اما ما بیشتر وقتا اینقدر برکت داریم که اصلا نه میفهمیم نه میبینیم نه واقعا قدردانی میکنیم از اون چیزی که داریم. The father makes provision. حالا خدا این پدر تهیه میکنه. We waste it. و ما اون رو تلف میکنیم. We lose it. و اون رو از دست میدیم. We long to be fed again. و حالا دوباره گرسنه‌مون میشه, دوست داریم که به ما غذا بدن. But the world doesn't care. اما دنیا اهمیت نمیده. No one gives you anything. حالا دیگه هیچ کس بهش هیچ غذایی هیچی نمیده. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired men have food to spare? And here I am starving to death." بعد این پسر که به خودش میاد, بعد میگه چقدر از اونایی که استخدام پدرم هستن الان چقدر نون و غذا دارم بخورم به فراوانی و من دارم از گرسنگی هلاک میشم. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me one of your hired men.
بذار برخیزم و نزد پدر خودم برم و به او بگم ای پدر به آسمان و به حضور تو گناه کردم و دیگه شایسته اون نیستم که حتی پسر تو خوانده بشم، مرا چون یکی از اینهایی که استخدام تو هستم بگیر. So he got up and went to his father. پس اون برخواسته به سوی پدر خودش رفت. Is it time for you to come to your senses? الان زمانیست که ما برگردیم به احساساتمون. Is it time for you to recognize how blessed you are in the house of God? الان زمانیه که بفهمید چقدر برکت یافته هستیم در خونه خدا. Is it time to recognize how good God is? الان زمانیه که بفهمید چقدر خدا نیکوست. How much he loves you? و چقدر شما رو دوست داره. Is it time to come home? و الان زمانیه که باید برگردیم خونه. To him? برگردیم به سوی او. This is my favorite part of the story. این قسمت جمله خوبه، قسمتی که من خیلی دوست دارم از این داستان. While he was still a long way off. اما هنوز وقتی که خیلی پسر هنوز دور بود. His father saw him. پدرش او رو دید. And was so angry he was shot on sight. میتونیم بسیم بگیم که چقدر او خشکیم بود که بعد همونجا تمیز داد. That would be the world's way. این روش دنیاست. That's the enemy's way. این روش دشمن هست. There's no hope. که هیچ امیدی نیست. There's no peace. هیچ صلحی نیست. There's no joy. نه شادیست. There's no love. نه عشقیست. It's not out there. هیچی بیرون نیست. It's found in one place. فقط در یک جا پیدا میشه. It's found in God. فقط در خدا پیدا میشه. We need to come home. ما نیاز داریم که برگردیم. While he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Hallelujah! Hallelujah! اما هنوز که این پسر دور بود، پدرش رو از راه دور دیده، با تمامی دلسوزی دوان دوان آمده، او را به آغوش خود کشیده، بوسید. جلال بر نام خداوند. Remember how the boy had rehearsed his little speech? دیدید که این قبلن پسر چجوری صحبت بد داشت؟ The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. But the father was already busy. We don't know if he heard anything his son said. ما نمیدونیم که اصلا این چیزایی که قبلا تو قلبش بود پسر گفته بود شنیده بود. He was sending his servants to set up a party. اما او پدر به خادمای خودش گفتش که برید یک جشن بگیرید. They were going to celebrate the return of this lost son. اونا میخوان برای جشن بگیرن برای پسری که گم شده بود. They were going to celebrate the finding of the lost sheep. اونا حالا میخوان برای جشن بگیرن برای اون گوسفندی که گم شده بود. They were going to celebrate the finding of the lost coin. حالا اونا میخوان جشن بگیرن از اون سکه‌ای که گم شده بود. They're waiting to celebrate your coming home. و اونا میخوان جشن بگیرن برای برگشتن شما به خانه. آمین. هللویا. جلال بر خداوند. Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. پدر به خادمان خودش گفت بهترین لباس را از خانه آورده بر این پسر بپوشانید و انگشتر بر دستش نمایید و کفش ها بر پایش. و گوساله پرواری را آورده قربانی نمایید تا بخوریم و شادی کنیم زیرا این پسر من مرده بود زنده گردید گم شده بود یافت شد پس به شادی نمودن شروع نمود. Your place at the table is ready. جای شما بر سر میز غذا آماده است. It doesn't matter what pig pen you've been in. Sorry.
It doesn't matter what pig pen you've been in. It doesn't matter the pigs you've lived with. 모든 미스에 관한 너무 피곤해. It doesn't matter the mess you've made of your life. 모든 미스에 체크할 따로 거리도 생기기 좀 잘해. It doesn't matter how far away you've wandered. 모든 미스에 체크할 두셔도 부딪 قبل از خداوند. Come to your senses. 아기한테 배서스 보내도 했어 보내도. Come home. 내 혼에 말려. Jesus teaches us that God is not a God of vengeance and violence and meanness. God is a God of compassion. Hallelujah! عیسی مسیح به ما آموزش میده که اون خدا خدای قهر و غضب و خشونت نیست. بلکه خدای محبت هست. آمین. زبونم رو بند دست بزنید. I think that's good news. Hallelujah. Absolutely. Let me pray with you. این خبر خوش بود مطلقاً. حالا با هم میخوام دعا کنیم. Our loving heavenly Father. ای پدر آسمانی پر محبت. Thank you. سپاسگزاری. For finding me. برای پیدا نمودن من. Thank you. سپاسگزارم. For finding my brothers and sisters. برای پیدا نمودن برادرها و خواهرهای من. Thank you. سپاسگزارم. For teaching me that we are all part of your family. از اینکه به ما داری آموزش می‌دی که ما هممون تیکه‌ای از خانواده تو هستیم. It doesn't matter what culture, language, country we come from. از کدوم کشور، فرهنگ یا زبانی میای. It doesn't matter where we've taken life. ما اصلا مهم نیست چه زندگی قبلا داشتیم. You still love us. هنوز ما رو دوست داری. Hallelujah. Amen. You want us in your house. تو میخوای که ما در خونه تو باشیم. Hallelujah. You want us to build your kingdom. تو میخوای که از ما پادشاهی خودتو بسازی. To welcome the others as they come. و خوش آمد بگیم به اونهایی که دارن میان. To share their stories with them. و به اونها را سهیم بگذارید از داستانهامون. To show them that it is your story. و بهشون بگیم که اون داستان توست. And it has a happy ending. و این پس که یک آخر عاقبت خوش هست. آمین. هللویا. سپاسگزاری میشیم. Should there be those present, Lord? و خداوند اونهایی که اینجا هستن. Who need to step out in faith. اونهایی که باید بیان و ایمان بیارن همین امروز. Who need to be fixed or restored or repaired or renewed. اونهایی که باید بازسازی بشن دوباره احیا بشن امروز. Let them trust you now. بذار همین الان بر تو اعتماد کنم. آمین خداوند. آمین. Let them run into your arms. باشه به خداوند به آغوش‌های تو بدمد. آمین. هللویا. As you and Jesus have already gone out to meet them. همونطور که عیسی مسیح به سوی من دوید. Bring them home. به اونها رو به خونه خودت بیار. And we will rejoice. و ما شادی خواهیم داشت. Give you the glory and the praise. و تمامی جلال و قوت رو به تو خواهیم داد. Now and forever. برای همیشه و ابد. آمین. 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 هللویا. Before we ask Brother Randy to come, he's going to prepare himself, and we're going to distribute some candles. I just want to بعد هم که Brother Randy در میخوش آماده بکنه که یه سرودی برای ما بنوازد.